जाने केड़े खाब सजा बैठा तू मेरा ए मेरा ए खुद नू लारे ला बैठा मेरा रोम रोम खाली है मेरे सारे نمیتونی با من ازدواج کنی. چرا؟ چرا نمیتونم؟ بچه های رقبا با هم ازدواج نمی کنن. منظورت از این حرف چیه؟ یعنی اینکه این عشق فقط مال سال 2015 نیست. تو 1990 هم بوده. اون موقع این عشق بین مامان من و بابای تو بوده. مامانم هم برای اینکه از شر بابام خلاص بشه اومده بود خونه بابات. ایشون هم دستشو گرفت و برش گردوند خونه. وقتی اینو فهمیدم که مامانم به هم گفته بود گاهی یادش میافتم، ولی اسمشو که میارم غصم نمیگیره. چرا؟ حتما ایشونم بابا رو دوست داشته. مگه عاشقش نشده بود؟ شده بود. وقتی یه دختر به خاطر یه نفر خونش رو ول میکنه به این معنیه که مثل دیوونه ها عاشقشه. پس چرا با هم ازدواج نکردن؟ برای اینه که دخترای شجاع با مردای ترسو ازدواج نمیکنن. من ترسو نیستم زلیخا. دل ته میرا کملا ہویا جانے کیڑے خواب سجا بیٹھا تو میرا نہیں. بالاخره فرصت کردیم با داداشم حرفاتونو بزنی. بهم قول بده که حتما با داداشم ازدواج میکنی. اون واقعا دوستت داره خیلی زیاد. تو نباید از این حرفا بزنی، خیلی کوچیکی. خودم میدونم، اما بچه های این دوران همه چیو میدونن. داداش به خاطر شما از پلیس کتک خورده، خیلی زیاد دردش اومد، اما به هیچ کسی نگفت که من درد دارم. ساعت یک شده، دیگه برو بخواب. آره شده، ولی داداش خوابش نمیبره، کل شبو بیداره. چرا؟ از رفتاراتون معلوم میشه که یه چیزای نامربوطی بهش گفتی. برو مسواک بزن و برو تو تختت بخواب. فقط آروم بخواب، من هیچ چیز نامربوطی بهش نگفتم. آفرین بهت دختر خوب. برو. تو از یوسف 10 ماه بزرگتری؟ آره. دختر سراغ داری؟ چرا؟ نمیخوای ازدواج کنی؟ عزیزم، ازدواج میکنم، ولی اول باید یه چیزایی درست بشه. میگن وقتی آدم داماد بشه اون وقت همه چی درست میشه. همین یوسف خودمونو ببین، به جز یوسف چیز دیگه ای نیست. این موقع صبح این حرفا چیه داری میزنی؟ ببین، ما به خاطر اوضاع و شرایطمون مادر پدر هم دیگه شدیم. تو ازدواج میکنی، اون وقت یه دختر میاد تو خونمون، خونه ما خونه اونم میشه. اینجوری باره تو هم سبک میشه دیگه. نادیا تو چقدر معصومی. با یکی حرف بزن، یه دختر خوب پیدا کن و به هم معرفی کن. فقط اونقدی خوب باشه که تو هم ازش خوشت بیاد. تو یه هویچیت شده ها؟ یه چیزی شده دیگه. همش از یوسف حرف بزن یا اسم سلیخا رو بیار.
اینطوری که تو داری نگاه هم میکنی خیلی خجالت میکشم. دیوانه، من عاشق تمام جی جون. میبینم ات میگم خوبه دیگه، پس دخترها اینطوری هن، پسرها اصلا اینطوری نیستن. ولی من خیلی جدی گفتم تاج. جدی یعنی چی؟ من میخوام ازدواج کنم، دقیقا قبل از ازدواج یوسف و سلیخا. پس ولش کن، طلاقش بده. شما هم بیخیال چی دیگه خواهر، بزنی تو صورتش. اینجور دخترها لیاقت اینو ندارن که همسر بشن و بیان تو خونه. حتما میزنم توی صورتش، ولی بیاد بشینه. برو بیارش بشونش اینجا. ای بابا خواهر، دیگه داری ظلم میکنی. آخه این وسط من و بشرا چه تقصیری داریم؟ مقصری نور محمد. درست 25 سال پیش بین تو و بشرا یه خبرایی بود، ولی تو موقع عقد کردن افتادی دنبال حرف اون عاطفه، داری سزای همونو میبینی. ای بابا خواهر، اصلا حرفمو گوش نمیدی. دارم یه گزینه دیگه میدم، این زلیخا رو طلاق بده، بیاد با هایده ازدواج کنه، چه فرقی میکنه؟ نه نه، من با هایده ازدواج نمیکنم. داری میشنوی؟ میبینی چطور جلوی من زبون درازی میکنه؟ زبون درازی نمیکنه، فقط داره حرف دلشو میزنه. اشتباهش اینه که عاشق اون دختر بی حیا شده. عشقم که اینو نمیبینه، زن از خونه فرار کرده، یادت نیست؟ عاطفه هم از خونه فرار کرده بود، ولی رفتی با اون یاغی ازدواج کردی. اون موقع عاشق بودی، الان اینم عاشقه. ای بابا سعی کن متوجه حرفم بشی خواهر. خواهر اون دیگه الان رفته درخواست طلاقش هم داده. ای بابا به خدا اگه این اتفاقا نمیافتاد منم از موهاش میکشیدم و میآوردمش اینجا، مینداختمش جلوی پات. آخه از چی میترسی؟ حاج آقا نور محمد، هر وقت اون دختر زلیخا رو پیدا کردی و آوردی جلوی پای من انداختی، قول میدم همون شب تو با بشرا عقد کنی. اصلا بشرا چیه؟ اگه بخوای تهمینه رو هم عروس خونت میکنم. خواهر تو درست میگی، ولی... ولی چی؟ اگه همینطوری ترسو باشی دستت بند نمیشه. آخه این چه ربطی به ترسو بودن داره خواهر؟ ببین پرونده الان تو دادگاهه، به هم گفتن نباید سمتش برم، من اصلا نباید سمت قانون برم و یادم بمونه نباید دستم رو دختره دراز کنم. آخه بیچاره، چرا میگی دختره؟ اون دختر خودته. یا زن این بدبخت بیچاره. باشه، حالا گیریم که پرونده به جریان افتاد و قانونم سمت اونو گرفت، ولی تو که پدری، چه ربطی به تو داره؟ با این اتفاقایی که تو این مدت افتاده اون دختر تو نیست؟ پاشو برو، برو پیدا کن بیارش. اون بی همه چیزو بردار بیار طناب بنداز دورش. حرفت که درسته خواهر، حتما رفته خونه یوسف 100%. وقتی خوشحالی رو تو صورت پسرمون میبینم حس میکنم ازدواج کرده. اونم واقعا این عروساست، اصلا چشم تو چشم حرف نمیزنه. قشنگ معلومه که خیلی عادت نداره حرف بزنه. بعدش هم اونقدر با ماهرخ جور شده که انگار چندین سال اینجا زندگی میکنه. داری به چی فکر میکنی؟ دارم فکر میکنم به این روزا. این اتفاقا اصلا درست نیست. آدمایی که الان ماجرای گذشته رو میدونن فکر میکنن دارم از حاج آقا نور محمد انتقام میگیرم. خیلی خجالت زدم. اگرم باهاش روبرو بشم شاید از شرمندگی سرم جلوش خم بشه. عجیبه، تو سرت همون موقعی خم شد که اون با عاطفه ازدواج کرده. وقتی معشوق زن یکی دیگه میشه سر آدمای با غیرت خم میشه. وجه احمد، قبلنم بهت گفتم که دستم بسته بود، من دیگه کاری از دستم بر نمی اومد. دقیقا مثل وضعیت الان که میبینی. بابام صدام کرد و گفت پسرم
درست نیست دختر از جایی که مراسم عروسیشه بدزدی بیاری اینجا. این که بخوای با دخترم ازدواج کنی که دیگه خیلی بده. میدونم وجه احمد. اینم خیلی وقت فهمیدم که شما مردا اسم غیرت و رو ترس و بزدلی میذارین. تو این مواقع هم برای نجات دادن جونتون بهانه‌ای بهتر از غیرت ندارین. یعنی وقتی که عاشق همدیگه میشین غیرتی ندارین. تو بشین، خودم میرم. سلام علیکم. سلام علیکم نادیا، خوبی؟ بله. بیا تو. بیا تو عزیزم. من برم؟ آره برو، چند دقیقه دیگه بهت زنگ میزنم که دنبالم بریم. باشه، فعلا. سلام علیکم. علیک سلام. عروس کجاست؟ تو اتاق منه. میشه ببینمش؟ چرا از این میپرسی؟ ایشون قبضش کردن دیگه، مگه نه؟ بیا بریم نشونت بدم. بریم. آتاش نیومد؟ اومده بود، نادیا رو گذاشت و رفت. داشتم با خودم فکر میکردم چرا نمیاد دیدنم. منم داشتم به این فکر میکردم شاید به هم زنگ بزنی. نمیتونستم بهت زنگ بزنم، سیم کارتم هم دور انداختم، میگن ممکنه رد گوشی رو بزنن. نمیخواستم بدونن من الان کجام. اونا نمیدونن که کجایی. زلیخا از خونه فرار کرده. کجا میره؟ معلومه، میره پیش یوسف. آبروی من رو که جلوی همه بردی. منم دن این کارو نکردم فیدا. واقعا؟ پس کی گفت که تو این کارو بکنی؟ قلبم. از اینکه تو رو از دست بدم ترسیدم. عشق من نمیذاره که تو مال کسی بشی. من اینجور عشقی نمیخوام که پدر و مادرم رو به خاطر من بیا برو کنه. خیلی ببخشید، یهو از دهنم پرید. اشکالی نداره، قبل از این که بیام از همین میترسیدم. منو ببخش، خیلی شرمندم. نه عزیزم، تو هیچ تقصیری نداری. بیرون هر کی بشنوه میگه که زلیخا از خونه فرار کرده. همیشه همینو میگه. باشه بسه. خب من برم بگم چایی درست کنن. میدونی به اینجا پناه آوردم، یکم میمونم بعدم میرم. کجا؟ به همین فکر میکنم. چرا فکر میکنی؟ اینجا مشکلی داری؟ مشکل همینجاست. یوسف اینجا زندگی میکنه. لطفاً اونو توی امتحان دیگه نذار. جونش کنده شده تا دعاش مستجاب شده. اگه باز ولش کنی بری اون میمیره. دیگه علم پیشرفت کرده نادیا، مردم نمیمیرن. برای نمردن هم دارو هست. علم هنوز خیلی باید پیشرفت کنه. معلوم نیست دیگه چیا اختراع بشه، ولی نه غم جدایی درمان میشه نه درد بیقراری. برای این نه دوایی هست نه پیدا میشه. 100 سال دیگه هم بشه، مردم از قصه همونطوری گریه میکنن که 100 سال قبل گریه میکردن. دلم خیلی براش میسوزه. جلوی من میگی کافیه، وگرنه تو عاشقش میشی دیگه. نه من ازت میترسم. دوای درد جدایی رو آوردی.
فکر میکنی با دارو خوردن فوراً دل من برات میسوزه؟ راستشو بگو، تو خوب میدونی که اون منو دوست داره، ولی باز چرا عاشقشی؟ کی گفته من دوستش دارم؟ من دوستش ندارم، باور کن اینا دروغن، کاملا غلطن. دارم راست میگم. برای چی اینقدر ترسیدی؟ داشتم باهات شوخی میکردم بابا. پس تمرین کن، اگه یه همچین چیزی هست حواست باشه. تو فقط حواست به پدر خودت باشه، به جز اون اینجا کسی نیست که به خودش اجازه بده یه مو از سرت کم بشه. جدی گفتم تاج. جدی یعنی چی؟ من میخوام ازدواج کنم، دقیقا قبل از ازدواج یوسف و زلیخا. ای راستشو بگم، دوستی با خصوصیت تو، یعنی اگه بخوام دوتا دوست دیگه مثل تو داشته باشم پیدا میشه؟ الان تعریفمو کردی؟ آره. الو. یا دیگه؟ نه میرم، فردا باز میام. مگه میخوای بری هنوبندون؟ باشه برو، صبر کن. اگه یه وقت شب خوابت نبرد میتونی بیای تو اتاق تاج بخوابی. خوبی زلیخا؟ آره، راستش خیلی از اون حرفت ترسیدم که میخوای از اونجا بری. حرفت درسته، ولی با خودم گفتم کجا رو داره بره، برای همین گفتم همینجا. تا وقتی که طلاق نگرفتی باید همینجا بمونی. منتی رو سرت نمیذارم زلیخا، اگه باشم برای تو نیست. پس دقیقا داری به کی لطف میکنی ندیه؟ به یوسف لطف میکنم، به اونم نه، بلکه به عشق. از دو طرف قرار نیست چیزی گیرت بیاد. میتونی به خودت لطف کنی و به بابام زنگ بزنی یا بگی من اینجام و بیاد بیچارم کنه. یه چیزی بگم زلیخا، اون آدمایی خیلی قوی هستن که به عشق عشق میورزن. اینو بدون، تا وقتی من هستم اجازه نمیدم کسی بیچارت کنه. سلام علیکم. سلام علیکم. به به زلیخا خانم، چطور این داداش جاش؟ من خوبم. شما خوب نیستین؟ خیلی خوبی، ایشون هم از شما خیلی بهتره. آره درسته. بیا بریم، بیا. خب تو هم باشون میرفتی اونجا، الان دور از اون دیگه خوابت نمیبره. زود باش بخواب.
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. باز امشب هم قرص خواب‌آور خوردی؟ نه نه، از روی نگرانی که قرص نخوردم. فردا میخوام برم سر کار، گفتم یکم استراحت کنم. بعدشم اون الان دیگه رفته خونه نادیاشون، حس میکنم بارم سبک شده. چشماتو ببن. لامپم خاموش کن. خوابت گرفت؟ نه بابا، تازه قرص خوردم. اگه ناراحت نمیشه یه چیزی بگم. بگو. صبح سواره ترک موتورت کن و ببرش خونشو. اینطوری دیگه ارتباطتم با نور محمد خوب میشه. چه حرفایی میزنی؟ من منظوری نداشتم. داری حال اینو میبینی؟ فکر کن الان حال اون اینجوریه. اومد خونه. یه وقت بهش نگی که با رفتن زلیخا بار از شونهات برداشته شده. چی داری میگی؟ من داشتم با تو حرف میزدم. جلوی خودشم همون چیزیو میگم که اون خوشش بیاد. دفعه آخره دارم بهت میگم. 25 سال بعد نگی ترسو بودم. فردام که میومدی خونه اونم حتما با خودت بیار. تا وقتی هم که طلاقشو نگرفته مثل یه مرد ازش محافظت میکنی. اون تو مصیبت بزرگی وجه احمد داره با ترس زندگی میکنه. اون دوست اون پسر است، همونی که الان باهاشه. دوست زلیخا؟ این چه حرفیه میزنی خواهر؟ چطور ممکنه یه پسر دوست زلیخا باشه؟ معلومه که دوستش نیست، باید یارش باشه. شماها برید بیرون. نشنیدید برید بیرون؟ حتی منم؟ آره گفتم برید، یعنی دوتاتون دیگه. این چه حرفاییه که تو داری میزنی خواهر خانم؟ هدفت از این حرفا چیه؟ بگو میخوام بدونم. اوا تو چی داری میگی؟ خودت چیا داری به زبون میاری خواهر؟ جلوی پسر و دامادت این چه جور حرف زدنه آخه؟ داری میگی اون پسره الدنگ، اون پسره خبیث، و میگی که یار دختر منه؟ پس بگو ببینم کجا رفته؟ خونه باباش رفته یا پیش شوهرش؟ اگرم تو این دوتا جا نیست پس یکم جرأت داشته باش و بدون اون الان داره با یارش زندگی میکنه. ولی تو چون یه پدر هستی من به قولم وفادارم. اون چه برگرده چه کسی بیارتش، اونو عروس عمران مقیس پسرم میکنم. مطمئنم برمیگرده، ممکنه همین امروز بیاد. چطوری؟ مگه قبول کرده؟ یا نکنه از چشم یوسف افتاده؟ آره از اولم معلوم بود، وگرنه این دخترها رو کی میاد بگیره؟ تمومش کن دیگه خواهر. این حرفا رو ول کن دیگه. وقتی میگی سر حرفت هستی اینم بهش اضافه کن و بگو. حرفای قبلی که زدی رو فراموش میکنی. پس زود برو بیارش. وقتی برگرده اینجا دیگه تو این خونه میمونه، رفتن و یادش میره. همین امروز میارمش. بسم الله. بعدم من میرم دنبال آقت. چی کار به آقت داری؟ یادت رفته؟ قرار عقدمون دیگه. آها آره. و
نه نه الحمدلله اون که دیگه از اینجا رفته. کجا؟ به یه نفر علاقمند شده. عاشق یکی دیگه شده؟ یعنی به جز عمران مغیث؟ دارم از عشق حرف میزنم. چرا اسم عمران مغیث رو میاری؟ پس همونه یعنی؟ آره همون، اونی که شکنجه شد. عقد چی؟ منظورم اینه که طلاق گرفت؟ میگیره انشالله، به سلامتی رفته درخواست داده. زلیخا از خونه فرار کرده. حتما حاج آقا مثل اسمند رو آتیشه. که نقشه‌اش نقشه براب شده. الان کجاست؟ منظورم اینه که اینقدر راحت حرف میزنی، نکنه یواشکی داره گوش میده. نه بابا، اون که سرباز سپاه دشمن شده، نشسته داره نقشه میکشه. تا وقتی که خواهرش زنده است نمیذاره کسی عاشق بشه. ولی الان دیگه خطری باقی نمونده. قضیه به دادگاه کشیده شده. به یاری خدای بزرگ طلاقشو میگیره و میاد پیشم. پس تو چطوری میای اینجا؟ کی گفته دارم میام اونجا؟ آخرش که باید بیای. حمزه داره ازدواج میکنه. 16 ماه عروسیشه. بابا مبارکه. 16 ماه عروسی علی حمزه است. نگران نباش منم میام. ممکنه که روز 16 زلیخا بخواد با هم بیاد. نه نه همونجا بمونه. یعنی خوب نیست که دیروز دختره ازدواج کرده بعد امروز بگیم که داره جدا میشه؟ مردم چی میگن؟ چی میگن؟ نه نه منظورم اینه که مردم هرچی به دهنشون برسه به زبون میارن دیگه. گوش کن مایده اختر، تمام مردم برن به جهنم. حالا خواهر خوشگل من، بهتر خودتو هم بری به درک. گوشی رو زود قطع کن وگرنه کلی ناسزا بهت میگم. اون هیچ وقت به علی حمزه فکر نمی کرد. الان فهمیدم که کار درستی کرده. دارید میرید عروسی؟ عروسی کی؟ آبروی من رو که جلوی همه بردی. منم دن این کارو نکردم فیدو. واقعا؟ پس کی گفت که تو این کارو بکنی؟ قلبم. از اینکه تو رو از دست بدم ترسیدم. عشق من نمیذاره که تو مال کسی بشی. من اینجور عشقی نمیخوام که پدر و مادرم رو به خاطر من بیابرو کنه. الو داداش یوسف، من هایدم. هایده چطوری؟ خیلی خوبم. گوشی رو بدیم به زلیخا، کارش دارم. چطوری حرف بزن آخه؟ با نادیا رفته دیگه اینجا نیست. باشه وایسا شماره نادیا رو بدم. نه نه خودم شماره نادیا رو دارم. فقط یه چیزی، باش حرف زدی بگو برگرده بیاد اینجا. برگرده بیاد اینجا؟ راستش خیلی با ماهرخ دوست شدن. از وقتی رفته بدون اون نمیخوابه. آخه بیچاره. شما مشکلی دارین؟ منظوری چیه؟ یعنی این که اصلا احساسات بقیه رو نمیفهمین. خب شما برو بیاریش دیگه. چطوری؟ اون دیگه الان با نادیا دوست شده. همین که منو ببینه میگه برو یوسف تو کی هستی؟ خب بهش بگید که کی هستی؟ آره من از چیزی نمیترسم. ولی جالب نیست کسی باور میکنه که به خاطر ماهرخ رفتم دنبالش؟ چی شد؟ هیچی. من باش حرف بزنم؟ آره بزن. آخرشم اینو بگو که صبح بیاد. بهش بگو که ماهرخ به خاطر اون مدرسه نرفته. چرا؟ ای بابا وقتی کل شب بیدار باشه پس کی بخوابه؟ صبح کی بره مدرسه ها؟ حتما بهش میگم. حرف بزن. فعلا. یه لحظه. بله. اسمی از من نبری. حتما. فعلا. فعلا. ببین اون خونه ای که اونجاست، اونجا اونجا دوتا عاشق زندگی میکنن.
ازدواج عاشقانه کردن، برای همدیگه میمردن، اصلا مرده بودن. به موقع دکتر نجاتشون داد، وگرنه خب یه عالم قرص خواب خورده بودن. یه نامم با هم نوشته بودن که تو این دنیا هیچ کس نذاش به هم برسیم، برای همین اونجا به هم میرسیم. اونجا یعنی بالا. بعدش چی شد؟ چی بشه؟ دکترها گفتن نه، دوتاتون به هم میرسین. اونا رو به هم رسوندن. وقتی هم که نجات پیدا کردن، خانوادشون هم قبول کردن. یعنی ازدواج کردن. چقدر خوششانس، نه؟ دقیقاً 15 روز پیش اون دختره بازم قرص خواب خورد. این دفعه برای چی؟ چون نمیخواست دیگه با اون زندگی کنه. میگه هیچ کاری نمیکنه، تموم روزا فقط از عشق حرف میزنه. اون آدمایی هم که اونجا زندگی میکنن، اونا هم ازدواج عاشقانه کردن از 50 سال قبل. هنوز هم دست همدیگه رو میگیرن، میگن وقتی که مردیم دست همو ول میکنیم. من اینقدی بودم، از اون موقع میدیدمشون. تو هم همینقدر دوستش داری دیگه، مگه نه؟ اون که همینقدر میخوادت، جونش رو برای تو به خطر انداخته. کی جونش رو میگیره؟ زلیخا دیگه. تو اینقدر میشناسیش؟ من با چشمای خودم دیدم. اسم تو که میگفت سرخ میشد. منم با چشمای خودم دیدم. تو هم وقتی اسمشو میاری سرخ میشی. دروغ نگو. این دفعه توی دردسر بزرگ میندازمت. خیلی خوب، حالا به جون یوسف قسم بخور و بگو که عاشقش نیستی. من سردم شده، بریم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. شمایید؟ زلیخا کجاست؟ ببینید، دارید قانون رو زیر پا میذارید. اینجوری براتون گرون تموم میشه. بزنید استخونای این عوضی رو بشکنید. آشکاری نداشته باش. من خونه نمیام بابا. اگه برای بردن دخترتون اینقدر آدم با خودتون آوردین، منم با خودم فکر میکنم شما دخترتون رو عروس نکردین، بلکه فروختین. این بی همه چیزو بندازین تو ماشین. چه ای بابا بیاداری میکنی؟ برو تو ماشین. یوسف؟ یوسف؟ این وقت شب کجا داری میری؟ میرم پیش تاج بابا. حس میکنم یه چیزی شده. گوشی تاج خاموشه، نادیام جواب نمیده. حتما خوابیدن. نه بابا، به دلم افتاده چیزی شده. چیزی شده؟ چی شده؟ اینو نمیدونم. موتور رو ببرم؟ سویچشو میارم.
خیلی مراقب باش. باشه. چی شده؟ باباش اومده بود خونمون با اسلحه و کل یادم. عمران مغیث هم همراهشون بود. بردنش؟ آره. ببین یوسف، تنها نرو. اونا بوی از انسانیت نبردن، میگیرن میکشنت. اونا کی بودن نادیا؟ بگو دیگه، برای چی اومده بودن سرصدا میکردن؟ تو هم زخمی شدی؟ رو تو هم دست بلند کردن؟ اون دختر دیگه کی بود؟ چرا به زور میخواستن ببرنش؟ اون دختر دختر خودشون بود. نه خیر، فرار نکرده بود. اون داشت برای حق واقعی خودش میجنگید. آها فهمیدم، پس فرار کرده. تو رو خدا، اگه یه دختری برای نجات جونش از خونه بیرون اومد، خواهشن نگین که اون فرار کرده، بهش تهمت نزنید. میفهمین دارم چی میگم؟ منو تنها بذارید. من واقعا هیچ جوابی برای سوالای شما ندارم. الو، من هایدم، زلیخا. آه هایده، گوشی رو بده به زلیخا حرف بزنه. نتونست که فرار کنه، رفتش. واقعا بازم رفت؟ از حرفای داداش یوسف معلوم بود که میاد دنبالش و میبرتش. پدر و برادرت اومدن اینجا و بردنش. میرا کملا ہویا جن کیڑے خواب سجا بیٹھا تو میرا اے میرا اے خود نو لارے لا بیٹھا میرا روم روم خالی. دی دی تی وی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.